یا شاید حتما نقشه ای بوده براتون که بخواهد نه خب من که نه مسل تو پنچی بودم نه بودم کار کار فعالیت علنی اتحادی میکرم اصلا توی باقی نمی که مثلا مسلسل بگیرم اینا بکشم فرار کنم اصلا توی ذهنیت نبودم واقعا نبودم نه. بعد خلاص کار داری بردن اون آبادان و حالا نگو ما رو که گرفتن پالشگاه اصلا ما که نمیدونستیم که ما رو بردن آبادان و پالشگاه ساواک خود آبادان همون روز اول که رفتیم ما دیدیم یارو یه سرباز بود گشت میزه نگاهش کنیم بچه کوچه خودمونه مال هم لین 15 است گفتم تو فلانی نیستی گفت چرا گفتم برو برادرم بگو من اینجا گفت بابا میکشن گفتم بگو از تهران بهش زنگ زدن گفتن برادر تو اودان سواد بیاد اینجا بگه من چرا اینونه ولت اینجا خلاص رفتم گفت تو برادر فردا اومده بود گفته بود بعد من یخمان گرفتن که شبکتون کیه چه شبکی چه کشکی از کجا فهمیدید که تو رو بردیم اینجا گفتم من چه میدونم میمن اینجا بودم میمن بیرون بودم من چی میدونم چه جوری گفتن از تهران خبر دادن ما تو رو بردیم سواد از سواد بردیم اینجا برادر تو صبح اینجا میگه برادر من اینجاست کی بهش گفتی گفتم برو از خودش بپرس چرا به من میگی یعنی اصلا گیج شده رفته میگم ما یه شبکی مافیایی وحشتناکیم ولی کارگران اونجا اعتصاب بودن دیگه توی آبادان تو تهران تو تهران بعد ما رو سری بردن بعد سری سری بردن دادگاه اهواز یه دیگه هم گرفته بودن از این بچه آبادان ولی همونه که برگشت بودن اونجا اعتصاب بودن یکی شون رو ما علیکی گفته بود که این ما رو تحریک کرده کسی من نمیشناخته میشه کار نداریم چون اتصاب بود ما رو سری بردن اونجا و تو دادگاه اهواز دادگاه اهواز ما رو تبرئه کرد و برادر گفت همه عزیزی سوارش کن باید بره تهران ما اومدیم گفتیم با بریم با مادر اینا خداحافظی کنیم آبادان گفتیم بچه‌های زندانن اهوازن به خانواده‌شون رو سوار قطار شدیم رفتیم تهران جمعه رسید ببینیم بچه‌ها خونن فهمیده بودن معاذ شد گفتم ما اتصاب بودیم فلانی حرفای شنبه که رفتم سر کار نماینده‌ها جمع شد بود این موقعی که من نبودم هم معصوم اومده بود گفته بود که این با گروه مسلح گرفتنش مسلحانه بوده و ادامه شما رو که بچه ها برن سر کار کسی تکون نخورده بود بعد بچه ها اومدن گفتن باید بیا عذرخواهی کنه گفتیم بابا جان مادرتون شرخ درست نکنی ول کنی عذرخواهی چی بکنه نه اومده دروغ گفته خلاصه هر کار کرد این نماینده های مال بخشای دیگه اومدن همون روز تو رستوران شنبه افتادن دنبال اونا حالا یه عده شاید ساواکی ها من بعدا فهمیدم ساواکی ها مخصوصا تیپ کردن نمیدونم چه جوری بود خلاصه گفتیم اگه حالا ما بگیم نه میگه عرب انو چی نشده زرد کرده گفتیم بابا بیاد بریم باشه رفتم ساواک معصومی گفتیم اینطوریه اینا تو مو دروغ گفتی کارگر نشستم تو رستوران میگم بیا عذرخواهی کن خود فکر کرد اینا گارا من میرم و میام رفت یه نیم ساعت سرو بود پیداش نشد بعد اومد گفت شما برید من یه دارم بعدا میام من سا بعدش اردن کمیته مشترک اردن کمیته مشترک رو بزن از کجا دستور میگیره حتی نه اوتوری بزنه هم تو اتاق باجی بسن با این چیزا علکی چون کارگرا من نمیدونست اعتصاب بودن دیگه سال 53 بود سال 53 بعد دیگه بعد از اون ما چند روز تو چیز بودیم نگو تو فاصله بچهای فعالی هم که میشناختن گرفته بودن بعد دور دور سواک ازشون یه نامه گرفتن که توی هیچ کار جمعی یعنی از حقوق اجتماعی محرومشون کردن انتخابات انتخاب شدن رای دادن فلان بمان اله بله از حرف از اینا محرومشون کردن یه نفرشون من و حشمت طی 4 سال کتابای مارکسیستی رو چاپ میکردم تو پالشگاه میوردن تو بیرون اشمه که نمیفهدن اشمه میورد بیرون توضیح میکرد اینا یه نفر ازشون یکی از اینه که گرفته بودن تو خونه هست که از کتابات پیدا کرده بوده خلاصه این مسئله کتابات لو رفت یعنی اگر مسئله کتابات لو نمیرفت ما هم بلو میکردن چون اعتصاب بودن بهانه هم نداشتن شما زندان رفتین؟ آه اما اون موقع تو ساواک بودم تا اون موقع هم اونجوری نزده بودن مسئله کتابات که لو رفت دیگه کتابا رو جمع کردن آوردن و ریختن اونجا و دیگه بردن پیش حسینی و بزن دیگه به قدر کشت و حشمت آوردن تیک پارش کردن بدبخت اونه بزن و فلان اینا یادم نمیره حشمت رو میزدن چون حشمت قرار واقعیتش هم این بود که قرار بود اگه مسئله پیش من بگیم من چاپ میکردم میفروختم که خرج خانواده برادر رو بدم برادرم از من رفته بود 8 نفر آدم گشنه بودن فلان اینا بعد باجو ازش گفتش که چرا عکسش رو چاپ نمیکنی بفروشی گفت رنگیش تو خیابون 5 ساله آقا اینه گفت نه اینکه از روی چیز گفت واقعا 5000 بود کسی نمیخره بردن این قرض زدنش انداختنش تو حوض یخ وسط زمستون که دیگه اصلا اونجا راست بردنش بیمارستان شهربانی که
عمل جراحی پلاستیک و ملاستیک و فلانی حرفایی به کار نداریم. قرار بودش من ببرم پالایشگاه با این وضعی که براش پیش اومد رو ما خم شدن که ما رو ببرم پالایشگاه که کارگر حساب بشکنن. تا ما هم پاهمون همه تا اینجا سیاه بود دیگه، خوب لجن پراکنی بود همش چیز شده بود اینا. شروع کردن قضا افسری به ما دادن و فلان اینا و گفتن این چیزی بنیست. گفتم من چیزی نمیتونم بنیسم، خودت هر چی میخواد بنیسی من میام اونجا میخورم، به من ربطی نداره. ولی کسی قبول نمیکنه، به من ربطی نداره، کار نداریم. یه روز ما رو براشتن بردن اونجا و یه سالن بزیار بزرگ و وحش هزار تا آدم کارگر عمل نشسته بود. ما رو بردن یه بلندی بود، چوب هم بود، میز مثلا یه 3-4 متر از بقیه جا بالاتر بود، پشت میز نشستیم مثل حالا و به حساب گفتیم. اون چیزی که نوشته بودن کتاب هم آورده بودن، تا اگه کتاب های دیگه هم آورده ایختن که کتاب ها رو ایچان چاپ کردن فلان. یار گفتیم آره ما دیپلم داشتیم کارمند نشدیم به خاطر که تو کارگرا بمونیم، اینا نوشته بودن دیگه به خاطر که تو حالا این رژیم جرسون هم یکی از جرمام همین بود، کارگر نشد کارمند نشدیم به خاطر که ایاهو به راه میندازیم، اعتصاب راه میندازیم، اغتشاش راه میندازیم فلان، از صنعت نفت بخوابونیم، این چه کتاب فلان کتاب کمونیستی چاپ میکردیم فلان و مدل دوزی میکردیم از این حرفا. اونا نوشتن شما خوندید؟ من همونجا خوندم دیگه. من تا من پام 43 بود دیگه، بعد یه کفش مثلا 12 پای من کردن با 7-8 تا جوراب چون له بود پام. من کفش رو دره بودم نه اینکه عرق قصد، چون واقعا از پام گذاشتم رو چوب طوری خون اینجا جاریش رفت پایین، همه این صحنه رو میدیدن دیگه. بعدم بلند شدم که برم بیهوش شدم افتادم، نه اینکه واقعا عمدی نبوده، یعنی دیگه اینجوری شده. آره اینجوری شده دیگه. نگو این تاثیر خیلی منفی گذاشته بود. بعد اعتصاب هم تو ادامه پیدا کرده بود تا گویا 12 روز که بعد اقبال گفت آزادیش غیر ممکنه، فقط میتونیم به خانواده‌اش حقوقش تا زمانی که زندانه بودیم که میدادم. با این توافق بچه‌ها رفته بودن سر کار. چند سال زنده بودی؟ 5 سال دیگه. 57 اومدم بیرون دیگه. آره 57 آزاد شد. آره در صورت این مسئله به حساب این بود، یکم یک که گیره خاربار گرفتیم در صورت یکی مسئله به حساب. قبلا گفتم در مورد پیمان دست جمعی خودستان من یه پیمان میبست 25 درصد کم میکردم میدادم به شمال، مثل کاری که اینجا میکنه. بله توی آره متال میکنه مثلا، متال میبنده بقیه باید آره. بارش را بعد ما اعتراض کرد گفتیم بابا نمیشه اینطوری که ما خود ما خواسته هایی داریم که ما 25 درصد کم کنیم به که چی مثلا. خلاصه اعتراض اینا دیگه پیمان هم یکی شد، یعنی شمال و جنوب دوتاشون پیمانشون یکی شد و به حساب با هم پیش رفتیم و پیمان دست جمعی هم به این خوبی پیش رفتیم توی رابطه. در صورت بعدا سندیکا رو منحل اعلام کردن. تو فاصله قبل از دستگیری ما تلاش کردیم که به حساب اتحادیه درست کنیم، یه اتحادیه علیکی بود. اونتا گفتیم که رفتیم توی پخش، نماینده پخش یک عوض شد، عوض کردم، یعنی خیلی با بچه ها صحبت کردیم، خیلی نیرو گذاشتیم. یک کسی رو آوردن که توی اعتراضات 72 کارگر داشتن رو شونشون حمایت میکنیم که پدرش داره بودن اخراج کردن، الان هستش توی ایران. اون انتخاب کردن. بعدم توی اکتشاف و استخراج سندیکا درست کردن، پخش عوض شد. بعد تو انبار نفت دو قسمت شد، خط لوله و مخابرات با خود انبار. بعد تو انبار ری، انبار چیز نازی آباد، تو گاز. خلاصه چند سندیکا شد که تو به قانون بتونیم اتحادی درست کنیم. سندیکا درست شد، تقاضایی که اتحادی کردیم ما را گرفتن. این اول شد. رفیقی عبدالله همینجا نگه داریم. بینندگان عزیز این گفتگو ادامه پیدا میکنه، منتها قبل از ادامه ی گفتگو هم شما و هم ما یه استراحت میکنیم، یک ترانه زیبا میبینیم، بعدش گفتگو رو ادامه میدیم.